آسماند که زخم خانه حافظ قدهی آوردست، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پروردست. هم زبانان منم گفتم از عشق به روح گفت ای نام تو بهترین صداهات، ای نام تو نام که کنم باز ایران، به پا بخیزید برای سرود جاودان ایران، به پا بخیزید. صبحگاه پرچم رو من میخوندم،
دکتر حسین بنایی براش دست بزنید که پایه‌گذار پیشانی گفتم من به این پرچم مقدس که مظهر استقلال میهن من است سوگند وفاداری یاد میکنم پاینده ایران برقرار با پرچم زنده با مردم ایران در این دنیای فانی در این دنیای فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری اگر دست من و تو اگر دست من و تو تو هم دیگه نباشیم برای باقی موندن نمیشه غم نباشیم برای باقی موندن نمیشه غم نباشیم در این دنیای فانی در این دنیای فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری بیا با هم یکی باشیم بیا با هم یکی باشیم تو این جنگل و بیشیم که از با هم نبودن آدم دیوونه میشم که از با هم نبودن آدم دیوونه میشم از اون قدیم ندیمامو از اون قدیم ندیمامو به خط زر همیشه نوشته بر بلنده به جز وفا نمیشه نوشته بر بلنده به جز وفا نمیشه در این دنیای فانی با این دستای خالی به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری به جز مهر و محبت نمیشه کرد کاری روزگاری که وارد این شهر شدیم حدود 36 سال می‌گذرد 34 سال 35 سال از روزگار ابتدای قضیه‌ای که ما وارد این شهر شدیم می‌گذرد این شهری که امروز شما در کالیفرنیا میایین به خصوص برای بچه‌هایی که از ایران میرسن این اواخر حتی در 10 سال اخیر هم حتی رسیدن نگاه می‌کنم می‌بینن تلویزیونی هست رادیو هست حالا جایی هست میتونن کاری پیدا بکنن برن بیان هم زبونی هست صحبت بکنن در اون روزگاری که ما وارد این شهر شدیم هیچ هم زبانی نبود هم زبانی هم نبود نهایتا همه جست گریخته در کوچه پس کوچه های شهری که اصلا نمیشناختیم شهر بزرگی لس آنجلس امروز یه چیز حدود 8 میلیون 9 میلیون فقط جمعیت داره یعنی شهر وسیع و حالا هومه هاش دیگه اورنج کانتی و هم سان دیگو اینا رو دیگه بذاریم کنار تعدادی دلسوخته که میدانستند آنچه را که ما آموختیم رو موظفیم که منتقل کنیم حالا این لغت وظیفه رو که بنده عرض میکنم نفکر کنید که وظیفه معنی این که مجبورین صبح بلند شین شب نه عشق داری در این وظیفه معلم همیشه آموزگار یک عشقی برای
داده هایی دارد که خودش گرفته و دوست داره به جامعه برگردونه. ولی از همون روز این سخن در بین این چند نفری از مایی که در این شهر بودیم بود که این جزیره در حال ضربه خوردن است. شوخی نداره. من در یک سری برنامه در همون موقع در خدمت دوست بسیار هنرمندم رافی خاچاتوریان ضبط کردیم در تلویزیون در 1980 81 82 که امروز قابل ملاحظه است که ببینید که نگرانی ما چه بود. نگرانی ما بود که بچهای ما در زبان فرنگی مستحیل میشن، دیگه زبان ندارن، دیگه آیین خودشون از بین میبرن، دیگه روابط انسانیشون، روابطشون، تمام اینا نگرانی های ما بود. نهایتا تصمیم گرفتیم نه، این نگرانی ها رو باید اقدام کرد و در این شهر باید سازمان فرهنگی به وجود آورد. سازمان سیاسی همیشه در مخالفت و در موافقت به وجود میاد، ولی سازمان های فرهنگی که بتونن این شیوه از رفتار رو نگه بدارن آرام آرام وارد میدان شد. بتون عرض بکنم که اولین چهارشنبه سوری، اولین نوروز، اولین باری که ما روی این صفحه تلویزیون ظاهر شدیم و نوروز رو به مردم تبریک گفتیم، نمیدونید چه خبر شد. باور کردنی نبود. به همان اندازه بود که روزی که ما از اینجا اولین بار به داخل ایران رفتیم، من در خدمت دوستم جناب میبودی برای مردم با همین ساز و آواز به مردم ایران بشارت دادیم که ما زنده هستیم، شما زنده هستید و این افق روزی به یکدیگر خواهد رسید، علی رغم آنکه حکومت ها چه بخواهند. این ماجرایی که من ابتدا برای شما آغاز کردم، پرچم ایران و مهرگان، این دو دست به دست هم دیگر دادن. خب در شهر لس‌آنجلسی که ما هستیم، به ویژه درباره نوروز و درباره چهارشنبه سوری، یادمه که آقای غریب افشار یک بار در همین ساحل دریا آتش روشن کرد بودن، پلیس آمد، نمیدونم آتش نشانی اومد که چی شده چی نشده، جلو رو گرفتن، گفتم آقا این یک آیینی است که بعد ببندیم. دوست دیگرمون خانم برقعی در خونش چهارشنبه سوری میداد، دم در خونش آتش درست کرد، پلیس اومد گرفت و بعد توضیح دادیم که آقا این جزء آیین ماست، از روی آتش میپریم. بعد که آقای همایون دم در همین تلویزیون یک آیین نوروزی وسیع را انداخته بودن با هفت آتش پیوسته و بلند، سازمان های به اصطلاح آتش نشانی در اینجا آگاهی داشتند و دیگه میدونستن که ایرانی ها یک مراسمی در این زمینه دارن. اما این به این آسانی رخ نداد. هم که من دارم سری رد میشم، ازتون رو بپذیرید که به این سادگی نبود، ولی در اینجا این مراسم آغاز شد تا اینکه در 1990 بود تقریبا که در اورنج کانتی اولین گروهی دور یکدیگر اومدن برای برگزاری مهرگان و این مهرگان آغاز شد و رفت و رفت و رفت تا روزگاری که به 20 تا 30 هزار جمعیت میرسید که میامدن و دم اونهایی که چنین کاری رو کردن گرم، هم استاد بود توشون، هم دانشجو بود توشون، هم عاشق بود توشون، هم در پرداخت این مواجبی بود داشت و جای وسیع حدود 5000 نفر بعد کار میکردن تا بتونن 20000 30000 نفر آدم برن توش بیان و تمام اینها انجام شد و سرانجام اون که اگر این رابطه متوقف میشه برای اینکه تعدادی دیگه نمیکشن این کار رو انجام بدن، گروهی حرفه‌ای وارد شدن. امسال نه فقط در اورنج کانتی یک مهرگان داریم، در لس آنجلس و در هومه لس آنجلس هم باز داریم و در سان فرانسیسکو که این بانویی هست که همیشه این کار رو انجام داده و میگیره. اما قصه امشب من بر این اساس است که میخوام عرض بکنم که الان شما میپرسید که خب مهرگان که نرسیده، من میگم عرض بکنم بله حق با شماست، مهرگان هنوز نیومده است. امروز هنوز ما وارد شهریوریم. شهریور معمولا برای بچه‌ها میامدیم این افتاد. شهریور معمولا ما بچه‌هایی که تجدیدی داشتند و از این صحبت‌ها از کنار دریا اومده بودیم، خسته بودیم، داشتیم میامدیم، خودمون رو بعد میرسه مدارس، اما معلمین مدارس و مدیران و اینها سرگرم کار بودند و پرونده‌ها رو بعد نگاه میکردن و معدیش هم میردن و نمره بعد میدادن و از این ماجرا میگذشت. اما به مهرگان که میرسید همه ما آماده میشدیم برای رفتن. حالا این مدارسی رو که هزاران مدرسه باز بود، دخترها پسرها از راه های دور میامدن که برن توی مدرسه،
حالا وارد مدرسه میشدن، زنگ مدرسه میخورد، دنگ 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 دنگ، که حالا اونم یه حلبی گنده انداخته بودن آهن قطور، که وقتی این صدای این چکشی که به این بابای بهش میگفتیم بابای مدرسه، کسی که به سلام مستخدم اصلی اونجا بود و سرایدار بود اونجا، زنگو میزد و همه بالا میزدیم سر صف بشیم، ادی با مثلا تو این صف تو اون صف، تا بالاخره کلاسامون رو پیدا میکردیم میرفتیم. اما روز مهرگان یک سخن دیگری داشت. وقتی که وارد کلاس درس میشدیم، معلمینی که آگاهی داشتن، معلمی که هنوز میدانستند که این زبان زبانی است که از فردوسی به دست آنها رسیده است، نه همشون، اون تعدادی که در ادبیات بودن بسیار زیاد آگاهی داشتن، من همیشه مدیون اون استادها هستم که در روزگاری که ما داشتیم الفبا رو میآموختیم، الفبا رو به این ترتیب که وقتی خط رو مینویش ادب مرد بهز دولت اوست، ولی بعد معلم دیگر میومد میگفت توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. این دانایی و توانایی رو تو هم دیگه میآورد و به ما این فرجه رو میداد که بیاموزیم. معلمی داشتم که به احتمال قوی اگر هستم، برای که فاصله های سنیمون هم همچین نبوده، همه اکثرا جوان بودن که میمدن سر کلاس های درس ما، همیشه از اول سال تا آخر سال سعی میکرد ما یک شعر یک قصیده بلند رو حتما بیاموزیم و بالاخره آخر کلاس از سه چهار نفر از ما میگرفت که یکیش من بودم. اون قصیده معروفی بود که هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه حکمت دان، دندانه هر قصری پندی دهدد نونو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. نگاه میکرد و بعد توضیح میداد، لهجه آذری هم داشت خیلی شیرین، و اون توضیح میداد به ما که وقتی که من رفتیم مدائن رو وقتی ایجاد کردند، وقتی پادشاهان ایران در اونجا بودند چه عظمتی داشت، و امروز این خرابه‌ای که در اونجاست رو باید برید توش بنگرید و ببینید که چرا چنین اتفاقی افتاد. امشب قصه ما بر همینجاست و من میخوام این آینه عبرت رو روزی که مهرگان بود، وزیر آموزش پرورش جشن مهرگان رو برپا میکرد که آخرین بار من در خدمت دکتر منوچهری گنجی بودم در این قسمت، و در گذشته خانم فرخرو پارسا که روحشون شاد، مادرم، اینا همه می آمدن برای مهرگان، مدرسه باید می‌ذاشن، خانه مدرسه بود، مدیر باید سخنرانی می‌کرد و غیره، و پادشاه ایران پیامی می‌فرستاد. من امروز که دارم نگاه می‌کنم، هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، آینه عبرت، من اول گفتم حکمت، ولی آینه عبرت دان، دندانه هر قصری پندی دهدد نونو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. من میخوام امروز پیام مردی رو که بون دندانه است بشنوید، پیام پادشاهی رو که آرزوش سربلندی ایران بود. من همیشه وقتی که اینو میگم، خب مخالف میتونه وجود داشته باشه در چپ در راست و غیره، ولی انکار اینکه یک مرد و یک پدر بزرگ و یک خانواده و امروز در ادامه اون در خانواده بعدیشون عشق به ایران رو در اون حد داشته باشن که بتونن این رو در تو، در من و در دونه دونه بچه های مدرسه ببینن. خانم آقایون، این بلند پروازی رو از زبان محمد رضا شاه پهلوی که یادشون همیشه زنده و برازنده است بشنویم. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. ملت بزرگ و عزیز من، راهی که ما و شما دست در دست هم در روز تاریخی سوم اسفند نموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. قضاوت آن چه گذشته است
تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیخونگران آسان کرده بود. پس از آن این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد و هیچ نیروی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. بدین جهت بار دیگر میگویم که رمز همه پیروزی های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در خلافکاری متقابل این دو مقام نهفته است. امروز به یقین میدانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. ایران جاوید روز به روز سرفرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد. گفتم امروز قصه ای رو براتون داشتم، قصه ای که دلم میخواد که با من همراه باشید و میخوام در این لحظاتی که چند لحظه‌ای که من دارم در اینجا براتون، در قصه ای رو باز کنم از شاهنامه براتون. قصه ای که بارها و بارها شما به طور جسته و گریخته شنیدید، اما روزگاری که ما میرفتیم برای مدارس، با آنکه قصه خود شاهنامه برای مهرگان قصه بسیار خاصی است که روز مهرگان براتون اون رو خواهم خوند، ولی قصه ای که من میخوام امروز براتون بگم قصه پیش از رفتن است و این رو پدر به ما میداد که آویزه گوش کنیم. قبل از اینکه من وارد این قصه بشم، بگذارید بگم که من فردوسی امروز رو باز میکنم. میخوام بهتون بگم ببینید که همزبانی مردان قلم چگونه است که هر بار وقتی که بدونی که ما پلو هم نشسته باشیم، بدونی که حرفی بخوایم بزنیم، ببینید که میبودی در این زمینه چه سروده است. کوتاه ولی به قول امریکایی‌ها right to the points، درست اون جایی که باید بزنه هدف قرار گرفته است. علیرضا میگوید که گر سیاهی های بی پایان عالم جملگی جمع شوند، گر سیاهی های بی پایان عالم جملگی جمع شوند، چیره هرگز نتوانند که بر شعله یک شمع شوند. شعله باری که یک کبریت بر هم می زند اقتدار مطلق یک شام ظلمت خیز را. و درود به چنین نگاهی. شما میایید در شب تاریک تاریک همه جا رو گرفته، شما یه دونه کبریت تق میزنید تمام این ظلمت میشکنه. این اون مسئله است که وقتی شمع رو در دست میگیرن، وقتی که بر سر تمام سفره های ایرانی شمع و آینه وجود دارد، این شمع ظلمت شکن است. این شمعی است که ما با آگاهی میخواهیم به سراغش بریم. در پاریس در خدمت عباس پهلوان و در خدمت یاران دیگر است. در خیابان‌های پاریس من قرار است که قصه‌های شاهنامه رو برای رادیوی درفش کاویان نقل کنم. دو اتفاق در اینجا می‌افتد که من می‌خوام هر دوتا رو در اینجا براتون بگم که ثبت در تاریخ ذهن شمایی که در
هر جای دنیا هستید بشود. در پاریس اونایی که هستند و ما داریم میام خدمتتون، برای همین مهرگان داریم میام خدمتتون در همین 26 و 27 و 28 که در سفر بعدی من خواهد بود، چون من یک سفر وسط دارم بعد میام در اونجا خدمتتون خواهیم بود، باز برمیگردم در سفر دیگری در اینجا برای مهرگان. من شاهنامه رو به دستم میگیرم و دلم میخواد که استادی داشته باشیم همه ما. من همیشه با پدر، همیشه با بیژن برادرم، همیشه با بهمن وقتی شاهنامه رو نگاه میکردیم با هم دیگه همراه بودیم. حالا من یک مرشد میخوام. شنیدم که دکتر محمد جعفر محجوب در پاریس، خانم آقایان، استاد فرزانه ای که سالیان دراز وقتی دکترای ادبیات در ایران میگیره از بزرگان ایران، بزرگان ادب ایران او را می ستایند، می ستودند، زیرا او ادب عوام رو معنی دیگری کرد و به عدم خواص، ادب خواص وصل کرد. یعنی در ادامه شاهنامه چنین ادا کرد که شاهنامه تا زمانی که می خونید جزء ادبیات بسیار والای ایران است. به محض اینکه یک نقال او رو نقل میکنه به زبان عامیانه میآید، نهایتا این زبان نگهدارنده آن زبان و آن زبان پاسدار این زبان است. و اسکندر نامه ها و داراب نامه ها را آورد و قصه های متعدد را آورد و قصه به قصه به ما دانش آموزان آموخت که به این ادبیات نگاه دیگری بیندازیم. به او تلفن زدم و این مرد بلند شد، از یک دونه جا به جای دیگر، از سه تا قطار عوض کرد، سر ساعت 2 بعد از ظهر نشستیم در پاریس. در خانه من باز شد و این خورشید تابان وارد شد، منو یاد داستان مثنوی انداخت و شمس، واقعا برای من شمس بود. آمد و گره‌هایی رو برای من گشود که من امروز اگر داستانو میذارم جلوم براتون میخونم، بدانید که شاگردی کردیم، شاگردی استادان پرقدری رو. اما نکته دومی که باز در پاریس رخ میدهد، قصه ای رو پدر همیشه برای ما به طور مبسوط میگفتند و همیشه خاطر نشان میکردند که قبل از اینکه شما وارد جامعه ایران بشید، وارد جامعه بزرگتر بشوید، یادتون باشه که دین و مذهب و تمام اینها رو مردم دارن، اما یک فاصله به اندازه مو هست بین خرافات و دین و مذهب. یادتون باشه گرفتار خرافات نشید. گرفتار خرافات که بشید تعصب پشتشه، گرفتار تعصب که بشید خشم پشتشه، گرفتار خشم که بشید ظلمت با شما زندگی خواهد کرد و ظالم بودن از این ظلمت شما در میاد. ما همیشه میگفتیم چشم، میگو هر موقع که شما خواستید خیلی بیاموزید برید در قسمت تاریخی شاهنامه به دوره ساسانیان، رجوع میداد ما رو، ما برحال این ور اون ور میدویدیم و بالاخره نمیرسیدیم به اون چیزی که میگفت. تا روزی من در پاریس به دوست دیگری که او نیز در این جزیره فرهنگی بسیار خدمت کرد به نام استاد برهان ابن یوسف، این مرد چون در اینجا رسید در امریکا و دید که هیچ سازمانی به خادم فرهنگی نیست، یک جا رو باز کرد و تک تک کتاب ها رو در می آورد و از هر کسی می خواست که مخارج اون کتابی رو که این در میاره بده فقط. و تا روز آخری که متاسفانه گرفتار سرطان شد از میان رفت، شاهنامه رو از دست نداد. او بود که قصه ای رو که در شاهنامه بود پدر من همیشه به اون ما رو ارجاع می داد به دست من سپرد و آن نامش بود کرم هفت باد. حالا موزیکو شروع میکنیم، میریم در قصه شاهنامه. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکر شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی، رشته سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که در ایام اوایل دوران پادشاهی ساسان است. ساسان میدانید که در واقع اردشیر میرود در خدمت اردوان، پادشاه پایان دوره هخامنشیان، اشکانیان، اشک 25م، اردوان 5م، اشک 25م، مدام اردوان 5م هم در خانواده. و اردشیر میاد و اردوان
به دست او کشته می شود و دوران ساسانیان آغاز می گردد. از این لحظه به بعد از اشکانیان به ساسانیان. اردشیر بر سر جا نشسته است که تازه مملکت رو داره جمع جور میکنه. از کرمان یه نفر بلند شده، از نمام خوزستان یه نفر بلند شده، از این ور هر کسی به هر حال پادشاه نوعی است که بر تخت نشسته است. و یک باره می شنود که در گوشه ای کسانی علم خرافات رو برپا کردن و او به جنگ آنها می رود. قصه شاهنامه چنین آغاز می کردن. شاهنامه به زیبایی استاد سخن هرگز نمیذاره شما ها پراکنده برید و فکر کنید که همه کارا رو اون کرده. میگوید ببین این شگفتی که دهقان چه گفت، بدان گه که بگشاد راز از نهفت. دهقان این پیشکسوت همه ما دهقان است، این دهقان بزرگی که قصه های سینه به سینه رو داشتند در دوران ساسانیان. این قصه ها رو وقتی میخوان جمع آوری بکنند میارن و تمام این کسانی رو که از دوره پادشاهیان ایران خبر داشتند و در سینه داشتند اینا رو می آوردن و می نوشتن. و او اساس قصه رو بر این گذاشته است و می گوید که ببین این شگفتی که دهقان چه گفت، بدانگه که بگشاد راز از نهفت. ز شهر کجاران به دریای پارس، که گوید ز بالا و پهنای پارس. یکی شهر بود نیک و مردم بسی، ز کوشش بودی خوردن هر کسی. من این تعداد شعر رو ادامه میدم تا قبل از که بخواه نقد برم دلیلی بر این دارم. بدون شهر دختر فراوان بودی، که بیکام و جوینده نان بودی. شهری بودیش که مردش کمتر شدن، دخترها زیادتر بودن. این دیگه شانس بان مردا بود، ولی این دخترها باید میرفتن و غذای روزانه زندگیشون رو تأمین میکردن. از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ، یکی دوکدانی ز چوب خدنگ. دوکدان که دوک میگفتن اینا، پنبه رو بازار بهشون میداد، اندازه میکرد، وزن میکرد، به دستشون میداد، میگفت مثلا فرض کنید که دو بار گونی گندم پنبه دارید، میرید اینو میرسید، وقتی نخ کردین میایین یه وجهی رو دریافت میکردین. از آن هر یکی پنبه ای بردی به سنگ، یکی دوکدانی ز چوب خدنگ. به دروازه دختر شدی همگروه، خرامان از این شهر تا پیش کوه. با هم دیگه میمدن دخترها میخفتن و میخوندن و میامدن تا میرفتن به سر کوه. براهیختند خورش ها به هم، نبودی بخوردن در اون بیش و کم. همشون سفرهاشون رو باز میکردن، این به اون تعارف میکرد، اون تعارف میکرد. به هر حال یه خود این ور اون ور، هیچی گرسنه نمیمود از جا بره بیرون. نرفتی سخن گفتن از خواب و خرد، از آن پنبهشان بود ننگ و نبرد. هیچ کی نه چرت میزد نه خوابش میبرد، سعی میکردن که وایسن، برای اینکه این براشون مهم بود، زندگیشون به این بستگی بود داشت. شبانگه شدن دی سوی خانه باز، شده پنبهشان ریسمان تراز. شب که میشد دیگه غروب میشد و تاریک میشد، اینو میرفتن خونه شون، این ریسمان میدادن که در واقع ما پنبه رو ریسیدیم، حالا پولشو باید بگیرن. بدین شهر بی چیز خرم نهاد، یکی مرد بود نام او هفتواد. حالا نگاه بکنید، یه داستان زیبای شاهنامه از اینجا شروع میشه که این تضاد بین این زیبایی ها و اینکه مردم همه دارن کار میکنن، میرن میان، خوشی ناخوشی همشون با هم دیگه، سفره هاشون هم با هم دیگه است. مردی زندگی میکنه به نام هفتواد. حالا این هفتواد کیه؟ بر این گونه بر نام و آواز رفت، بر این گونه بر نام و آواز رفت از ایرا که او را پسر بود هفت. هفت پسر داشت، به همین دلیل بهش میگفتن هفت واد. گرامی یکی دخترش بود و بس، که نشمردی او دختران را به کس. هیچ از آدم حساب نمیکرد، خیلی آدم مستقلی بود این دختر. چنان بود که روزی همه همگروه نشستند با دوک در پیش کوه. به گاه خورش دوک بگذاشتند، برامیختند آن کجا داشتند. وقتی که اومدن میخواستن خورش که بخورن، در موقع خوردن همه چیزاشون پهن کردن که بخورن. چنان بود که آن دختر نیکبخت، یکی سیب افکنده باد از درخت. یه دونه سیب از درخت افتاده بود، این دختر پیدا کرد، بره بر بدید و سبک بر گرفت. کنون بشتوین تا به مانو شگفت.
حالا شاهنامه تا اینجا شما را آورده سر کار گذاشته که شهری بود، شهر به این زیبایی بود، دخترها با هم دیگه هم گروه می‌شدن، می‌رفتن، یه مردی هم تو اینجا بود اسمش هفت باد بود، هفت تا پسر داشت، ولی این داستان از اینجا شروع میشه. شگفتی این داستان که این دختر این وقتی داره میره برای اینکه ریسمانی بزافه، یه دونه سیب از درخت افتاده بود رو زمین، این سیب رو برمی‌داره و شگفتی داستان از اینجا آغاز میشه. چون خوب رخ میوه اندر گزید، چون خوب رخ دختر خوشگل، چون خوب رخ میوه اندر گزید، یکی در میان کرم آگنده دید. وقتی این گاز زد که سیبو بزنه، یه دونه کرم کوچولو توی این سیب میبینه. بنگشت از آن سیب برداشتن، در آن دوکتان نرم بگذاشتن، با ناخن کوچیکش سیب دروش گذاشت دوکتانش. چو برداشت آن دوکان پنبه، گفت به نام خداوند بیار و جفت، من امروز بر اختر کرم سیب برشتن نمایم شما را نهیب. گفت حالا من به بخت و یار این کرم شروع میکنم به ریسمان زدن و ببینید که من چه میکنم. همه دختران شاد و خندان شدند، گشاد رخ و سیم دندان شدند، دو چندان که رشتی به روزی برشت، شمارش همی بر زمین برنوشت. و از آنجا بیامد به کردار و دود، به مادر نمودان کجا رشته بود، بر او آفرین کرد مادر به مهر، که برخوردی از اختر خوب چهر. بر میگرده میاد و قصه اینطوری است. این دختر وقتی که این سیبو میگیره، میره و دوکتان رو میگیره و شروع میکنه به رسیدن و میاره، و وقتی که میاد اونجا مینویسن بر روی زمین، مینویسن که مثلا یه گونی زده، دو گونی زده، این 5 تا گونی رو شب به اختر کرم میزن. این قصه رو من علت این که از روش خوندم، بعد برید سر قصه، نام داستان کرم هفت واده. اونایی که از این به بعد قصه من همین الان دارن گوش میکنن، روی صحنه‌ای که بودم 1983-84 با شرکت کتاب، من برنامه‌ای داشتم بر محلی که تازه داشت پا میگرفت، تأسیس شده بود، مرکز زرتشتیان در شهر نزدیک اورنج کانتی، که حالا الان یه سالون بسیار خوبی دارن. ما در اونجا مراسمی داشتیم، من این قصه رو بر روی صحنه نقل کردم با بازیگرانی که داشتیم. خانم‌ها، آقایون، باورتون نمیشه که چند نفر آمدند گفتن آقای عزیز، این داستانو که شاهنامه نمی‌نویسه، شما چرا تحریف؟ اون گفتم قربون شما برین کتابو بخونید تا متوجه بشید. حالا ببینید که این چه اتفاقی میفته. دخترک کرم از تو اینجا پیدا کرد و گفت به کرم کرم امروز من میرسم فردا. فردا برگشت، گفت به کرم کرم باز مرتبه رسید سه برابر روز قبل، و هر بار که میمد یه خود سیب به این کرم میداد. روزی شد که وقتی برگشت، مادر گفت آخه چنین چیزی ممکن نیست، مگر اینکه جادوگرا اومدن تو رو دارن جادو میکنن. او مجبور شد که قصه رو بگه، و در دکتران که باز کردن، یک کرم تقریبا بزرگ درشت، بچه هایی که کرم عبوش هم داشتن متوجه میشن یک کرم درشتی بر اساس این سیب، این از بشت به سیب خورنده در اومده. و پدر که اسمش هفت واد هست و فرزندانش با فرزندانش در اینجا گفته میشه که اینا کاروانا رو میزدن، از سر چه میدونم جلوی کاروانا رو میگرفتن، ملت گندمشون درست کردن، میدوزیدن، آتش میزدن، میرفتن میامدن، آدم های بسیار بدی بودن. تا نگاه میکنه دوزاریش میفته، به قول ماها در دوران حاضر که وقتی هم میگیم دوزاریش میفته، یار متوجه نمیشون، چه دیگه تلفنی نیست که دوزاری بندازن بیفته. یک دفعه متوجه میشه آدم های بدذات اینن، یک دفعه متوجه میشه اوه 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 چه چیزی، میگه این رو خداوند من برای ما فرستاده که ما بتونیم از اینجا پول در بیاریم. آقا در اینجا رو میبنده و این رو میذاره و دختره رو مسئول این کر میکنه، و در خونه رو یک امامزاده واسش میذارن و میگن که هر کسی که میخواد بیاد در اینجا بیاد و در اینجا این کرمی رو که در اینجا میبینه پولش خرج بکنه، کارش بزنه. اگه میبینه یه حوضچه‌ای براش درست کرده بودن، و هر کدوم که میامدن دیگه چند تا سیب و یه دونه درخت و 10 کیلو بنگ نبود، مجبور بودن برای این دیگه با شیر و با برنج و با این چیز درست بکنن که بتونین بخوره ببیره. و این دهنش که واوز میکرد، اینا شروع میکرد به خوردن و میامد ملچ ملچ میکرد و اینا دم در. حالا شما داشته باشین که مردم صف کشیدن برای اینکه بیان کرم رو ببینن، هر کسی یکی دخیل میبز، یکی من میگفتن این کرم نجات بخشه، اگر این کرم تونسته که اون رو درست بکنه ببینید چه. و این کرم همینطوری داشت درشت میشد، و این درون این ذات قرمز، این یعنی اون ذات
بدذاتی این همینجوری داشت درشت میشد. هفت ماه تصمیم گرفتش که نه، حالا موقعشه که حکومت رو برداره از جا. حالا آقا تشریف برده بودن یک جاوی وسیع رو گرفته بود، حالا ملت می آمدن، یکی شیر می آورد، یکی برنج می آورد، یکی پول می آورد، یکی انگشترش می آورد، یکی دستبندش می آورد و نشسته بودن. گفت میریم ما حاکم شهر رو از پادر میاریم. حاکم شهر که تمام شهر رو داشته گرم داشت، مردم سر جاشون بودن، کشاورزا سر جاشون بودن، آب رو به بقه به مردم میداد، میامد به هر حال حالا همون قدی که بود. ولی یک دفعه به مردم میگه آقا اگر شماها با من پشتیبانی کنین، من این حاکم اینجا ورش دارم، شماها دیگه هیچ احتیاج به هیچ کاری ندارین، آب و نون و اینا هر روز براتون میاد و تمام دنیا برای شما نون و غذا میاره. مردم بیچاره بدبختم که تحت تاثیر خرافات بودن و این شاهنامه داره ده بار اینو به تو میگه، 1100 سال پیش خانم آقایون، 1100 سال پیش میان و میرن اون حاکم بدبختی که با جون کندن مزرعه اینو بد نگر داره، نظر این دزدی بکنه، 100 بار این هفت واد و پسراش گرفته، زندان کردن، در اومدن باز بر میگرده، تای میاد سپاه جور کنه، مردم با بیل و کلنگ و این صحبت ها میریزن، میزنن دفتر حکومت رو از پا میکنن و میارن و آقا رو میسوزنن و اون یکی رو آتیش میزنن و اون اسب رو میدوزه اون یکی فلان. خلاصه همین اتفاقی که ماها بعدها شاهد بودیم و باز هم شاهد خواهیم بود، متوجه میشیم که اتفاق میفته. این میاد فرمان میده، حالا هفت واد، حالا هفت واد رو در اینجا وقتی تقسیم میکنه میگه اینا همه سیاه پوش بودن، اینها یه گروه سیاه پوش بودن که حالا تیم خودشون درست کردن، هر کس هم که به عهده میگرفتن سیاه پوش بود، قدداره بسته بود، اونها هم شمشیری زده بود و مردم رو میزد. اومدن گفتن هر کدومتون باید سنگ‌ها رو بر دوشتون بگذارید، از اینجای کوه بیاید بالا، بریم بالا که بالای اونجای قصر درست بکنیم، برج و بارایی درست بکنیم که از اونور که رودخونه داره میاد ما سر رودخونه داشته باشیم. آقا شما تصورش بکنید که این کرم حالا بر شانه مردم یک چیزی مانند یک دونه قبر درست شده، توش اینه انداختن از ساروج روی شونه مردم، کرم کرم گویان، حضرت کرم گویان دارن میبرنش بالای کوه، میبرنش بالای کوه. زمانی است که قصری بر این ساخته شده و اون آبی که معمولا از بالا میآمد و به دست مردم میرسید، حالا توسط کرم سر آب نشسته. هفت واد هفت فرزندش تمام شهر رو غرق کرده تا مردم میان متوجه بشن، میبینن اجداد تمام آنچرا که ریسیده بودند پنبه شد. اینجا اون اصطلاحی است که آنچه که ریسیدند پنبه شد، آنچه که این دختره که اول با عاطفه و با این نیت پاک خودش، حالا شما هر گونه میتونی بگی که من امروز چون هوا خوبه میتونم مثلا بهتر برم یا هوا چون بارون میاد برای من، هر کسی میتونه، ولی یک نفر وقتی که فهمید که از خرافات میشه سوء استفاده کرد، اون وسیله قرار میگیره و مردم اومدن. حالا دیگه هر کسی آب میخواست باید بره دم در یارو وایسه بهش نون بده، اون یکی سیفی کاری داشته خیار و نمیدونم غذا و مزا باید برداری بیاره، اون یکی شیر باید بیاره، اون یکی گوش باید بیاره، دست به سیاه و سفید نمیزدن. السلطان 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 نشسته بود در اینجا. خبر به اردشیر میرسد، اردشیر پاپکان هم یکی از دلاورترین خاندانی رو که بعدها ما بعد از اشکانیان که در واقع ملوک و طوایفی بودن ما داریم، اردشیریست که خانه در خانه در خانه در خانه همین گونی به هفت پشت پادشاهی بر میگشت. اردشیر میگه چنین چیزی نمیتونه رخ بده، سپاه رو بر میدارید میرن و میشینن در مقابل که برن این برج و بارو رو بزنن، همین که بلند میشن که بیان و برن، یک باره اون از اون بالا، حالا چون متوجه نبودن که این از بالا برج و بارو با تمام اون مشخصاتش گرفتن اینا رو تیربارو میکنن، چنان میزننشون که سپاه اردشیر یک باره از هم میشکافه. و اردشیر نشسته بوده سر قضا که قضا بخورن، یک دونه بره سرخ کرده آورده بودن، گذاشته بودن که شاه بشینه و امشب غذا بخوره که فردا با نیروی بهتر برن سفر. از
حالا اینجا وقتی داره میگه 2 میل، یعنی مثلا فرض کن 2 مایل میشه حدود مثلا 4-8 کیلومتر از اون ور، از توک برج تیری میاندازن که صاف میاد رو میخوره به این غذایی که جلوی شاه بود. بهش میگویند که پاتو از گلیم خودت خارج نکن، برو به مملکت بنشین، بذار که ما کار خودمون میکنیم، اگر بخوای چیزی برای تو میفرستیم، ولی اینجا جای تو نیست. اون شبانه برمیگرده، میاد ناراحت و میدونه که اینا دنبالشن بکشنش. سر راه میاد، این نکته رو توجه کنید برای اینکه شما تو ایران میدونید من چی بهتون میگم. داره همینطوری که برمیگرده خستن، میان در یه جایی بشینن، 2 نفر ایرانی میان بهشون میگن که 2 نفر از همشهریای اون طرف میان میگن که شما از کسی؟ میگه من از سپاه اردشیر عقب موندیم، اینجا بودیم خسیه در کنیم. میگه بفرمایید شما در خانه منو. میشینن و خلاصه وقتی که صحبت میکنن میبینن این دوتا ایرانیه اصلا و اصلا با اینا قاطی هستن. برمیگره میگه چیه؟ میگه ببین، شما وقتی میفهمی این اردشیر تعظیمی میکنه، صورت رو میبوسه و اون صورتش رو کتفش رو میبوسه، برمیگرده میگه پادشاه ها، شما از راه راست با کسی که کجندیشه است هرگز نمیتونید رفتار کنید. شما باید بیاید خودتون رو به عنوان کسانی که خادم این کرم هستن باید بیاید و بعد بتونید وارد دروازه بشید، کارتون رو بکنید و چنین میشود. اردشیر میره و با سپاه برمیگردن، حالا با لباس های ببینید چقدر این شیوا نوشته این قصه رو که این امروز در انواع فیلم های سینمایی تا به حال صدها بار ساخته شده. و وقتی به من میگن آقا چرا شما ها نمیسازی، میگم اون بودجه حداقلی که 10-15 میلیون دلاره ما نداریم، اما قصه رو میگم برای اینکه شما ها بدونید که اگر روزی در ایران آمدیم و توانستیم که بسازیم، این داستان ها باید ساخته بشود برای آیندگان ما. اردشیر بابکان وارد میدان میشه، میاد لباس عوض میکنه، 7 قاطر رو میگیرن روش زیر این خورجین ها قلع میذاره، چون میگوین که اردشیر یکی از با هر پادشاهی یک نوع قدرتی داشته، اون کمیست بوده، اون الکمیست بوده، یعنی پادشاهی بوده است که با شیمی و با مسائل شیمیایی آشنایی داشته. خود اردشیر، اردشیر میاد زیرش قلع میذاره و روش هم برنج و برنج و برنج، میان میگه من تاجری هستم که از استخر آمدم، منطقه‌ای به نام استخر آمدم و میخواهم که در خدمت. میگن هیچ که اجازه نداره بیاد، برو فردا بیا. میگه آقا من الان امروز اومدم بهت میدم، ولی لباسهای زرپفت گذاشته بود و به خصوص شراب شاهان در تمام اینها گذاشته بود. خلاصه میرن از این از اون سوال میکنن، میگن بله یه گروه اومدن از بازرگان هستن، آمدن که بیان تو. میان اون نگاهشون میکنن، نه یه چیزی در خورجینا رو باز میکنن، همه چی برنج، هیچ اشکالی نداره، میگن بیاین تو. اینها وارد میشن، کاری که میکنه اردشیر تمام اینها رو دعوت میکنه سر این سفره بسیار زیبا، شام حسابی. و به اینها وقتی هم که اینا نزدیک به آقایون هستن غذا که نمیخورن که، به اینا میچیره میدادن. اینا نشستن و دیدن گوشت و برو و بره و بیا و شراب و همه سرها سنگین شد. اردشیر در این کیسه ها رو باز کرد و در شیر برنج ریختن، ولی هر کدومو که میریخت قلعم میریخت تو. این دیگ به قلقل اومد، به قلقل اومد، به قلقل اومد، عطر این تمام جا رو گرفته بود. تمام اون سربازایی هم که قرار بود که محافظ باشن همه سرمست در اون گوشه نشسته بودن و داشتن آوازشون میخوندن. اردشیر بر بالای این سکو میره، به سردار خودش گفته بود که اگر تو صدای تراقی ترقه، صدای یک انفجار اومد و دود سیاهی برآمد، حملت آغاز بکن دیگه معطل نکن. آقا این بر میگرده میگه ای اژدها، دهانت رو باز کن که بهترین شیر برنج جهان رو برات آوردم. آقا این شیر برنج رو با قلعی که در اون بوده است جوش اومده بود میریزه در دهان این اژدها و این یک انفجار ایجاد میکنه، دود سیاهی بلند میشه، سربازا از اون ور حرکت میکنن، میان و اینها رو میگیرن. و تنها جای شاهنامه است که میگوید که این دو رو در مقابل دریای پارس، این دو رو زنده بردار کرد که بدانند که دیگر چنین کاری در اونجا نشه. قلعه و بار و بارو رو برداشت و به مردم اون جمله رو که همیشه من در شاهنامه میگم، میگه به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم.
بسوزد به آتش کرد، بسوزد به آتش کرد جان و تن، به هز بندگی کردن و زیستن. و این بنده بودن با اینها بود که اینها رو انداخته بود، این امت شده بودن، این ملتی که روزگاری با فراخی زندگی میکردن و ارزش زندگی خودشون رو دونستن و برای اردشیر اردش ویژه‌ای قائل شدن. و اون روز روزگاری بود که مردم جشن گرفتند و این کجاران رو به نهایتی رساندن که در تمام جهان امروز اگر نام خلیج پارس است، به دنبال کجاران بگردید که در کنار دریای پارس بود. این قصه از آن آوردم که شاهنامه 1100 سال پیش به ما زنگهای خطر رو داده بود. و قبل از آن که به مهرگان برسیم و به پادشاهی فریدونشاه بگیریم و به دستیاری کاوه بپردازیم، این قصه رو پدر همیشه برای ما میخوند و میگفت مراقب باشید که این کرم ذهنی شما درشت انقدر نشه که در مقابلش شماها ضعف پیدا بکنید. هر کدوم ما یک کرم ریز رو یک دفعه میتونیم بزرگ جلوه بدیم. شاعر، نویسنده، قلم به دست، در مسیر تاریخ در همه جای جهان تلاش بران داشته است که به تو بگوید آگاه باش، بیدار باش و هرگز در پی خرافات نباش. امروز تمام جهان ما رو خرافات گرفته است، اما هنوز شاعری مانند سیمین بهبهانی است که میتواند بلند بگوید دوباره میسازم وطن. بر در شب برگزاری مراسم او در لس آنجلس که افتخارآمیز بود، سالن پر، مردم آمدند، نه فقط از آدم ها پر، بلکه از اندیشمندان، از مردان معتبر لس آنجلس، نویسنده، گوینده، شاعر، نوازنده، سازنده، سازنده، افسر ارتشی، از اون ور دنیا، از استرالیا، از سان دیگو، از لس آنجلس، از سان فرانسیسکو، از فرزنو دوستان من آمده بودند. یعنی آمدند که بگویند شاعر ملی رو ما تنها نمیگذاریم. شاهدشان است که من امشب دارم از 1100 سال پیش از شاهنامه برای شما میخونم. یه سری میزنیم تو اون سالن، برمیگردیم، با من باشین تا گم نشین. گفت تا نیست نگردی ره هستت ندهند، تا نیست نگردی ره هستت ندهند، این مرتبه با همت پستت ندهند، چون شمع قرار سوختن تا ندهی، سررشته روشنی به دستت ندهند. این سررشته روشن رو شمعی است که وقتی میسوزه که روشنایی ایجاد کنه، هم بدنش، هم سرش، هم تنش باید بسوزد تا تو روشنایی را ببینی. و نقش شاعر در مسیر تاریخ چنین بوده است. اما امروز درباره کسی سخن میگیم که سه نمونه از اون در آغاز دوران مشروطیت چهره میکند. درباره زنی که سخن گفته شد، طاهره قرة‌العین، او روزگاری در مقابل مشتی از شیخ‌ها حجاب خود را بر می دارد و پرده پندار آنها را می درد. درست در 47 سالگی که او می رود، فروغ فرخزاد با کلام خود پرده پندار را می درد. قبل از فروغ، پروین اعتصامی با اخلاق خود پرده پندار را می درد. روزگاری که پروین اعتصامی در دهانه مشروطیت قد علم می کند و چنان می نویسد که مردان تصور می کنند که پدر اوست اعتصام الملک دارد می نویسد، وگرنه زن چنین قدرتی نداره که شعر بگه. ملک و شعرای بهار است که میگوید
زنی وارد میدان شد که دیگر این قلم بر زمین نخواهد آمد. زن وارد میدان زندگی مردانه شعر ایران شد. این پروین اعتصامی است. ای دل اول قدم نیکدلان با بد و نیک جهان ساختن است. صفت پیشروان ره عقل آز را پشت سر انداختن است. ای که با چرخ کنی بازی نرد، بردن اینجا همه را باختن است. تو اسیر تن خاکی و چو باد توسن عمر تو در تاختن است. دل ویرانه امارت کردن خوشتر از کاخ برافراختن است. ای دل اول قدم نیکدلان با بد و نیک جهان ساختن است. این رو پروین اعتصامی روزگاری داره میگه که هنوز کاخ ها داره ساخته میشه. و بعد از او یک بار ستاره ایشون فروغ فرخزاد قد علم میکند و در اون لحظه ای که هما داره سخن میگه، در اون لحظه سه تا زن در مسیر اوج گرفتن زنها در مسیر تاریخ ایران در تمام رشته ها، لوبت والاس، دوست بسیار نزدیک سیمین و خانم فروخ فرخزاد، این سه تا با هم دیگه سه تا دوستن. تا روزهای قبل از انقلاب هنوز که هنوز بود، سیمین در زیر سایه شهرت فروخ فرخزاد بود. روزگاری که انقلاب می شود، او تازه متوجه می شود این قلم، قلم زنی است که شاهد اون در همین مسیر تاریخی از روزگار تاریخ بیداری ایران پروین اعتصامی است، فروغ فرخزاد است و حالا سیمین بهبهان است. و چنین است، بانویی که پرچمدار کاری است که روزگاری که پروین شعر رو میگه مردانه ها باور نمی کنند و امروزی که من و شما در اینجا نشستیم، سیمین بهبهانی رو به عنوان یک زن شاعر نمی شناسیم، او رو به عنوان شاعر می شناسیم، چون شعر یا خوب است یا بد، سراینده او شاعر است یا نیست، و او شاعر بود و توانست زندگی امروز ایران رو همان گونه ثبت کند که پروین در اون روزگار ثبت می کرد. اینها کم نیستند. بود خانم مادر سالاری، مامان من خانم آقایون مدیر مدرسه بود، همه ما مردایی که بیژن، بهمن، من مثل خبردار در مقابلش ایستاده بودیم. تمام ایران، شما ظاهر قضیه رو نبینید که اینا دارن چه میکنن. در دوران پهلوی که من متولد شدم و زندگی کردم، مادرها نقش مادر سالار رو داشتن. خود شما که گردن گلفت محل خود ما بودی، چون بچه شهبازی، ما بچه خیابون شهبازی، یادتون نره، نهایتا یادمون نره. وقتی علامت میدن میگن داره صحبت تموم میشه، من به آخرین سخنی که خانم بهبهانی اینجا بودن و در این مصاحبه آخری که من داشتم گفتن گر مخیر کنندم که بین تمام این دنیا و جهان، جهان رو بپذیرم یا دوست را، من دوست رو انتخاب میکنم. و من با زبان حافظ پایان سخن میگویم و در مقابل سیمین و همای عزیزم میگویم هزار دشمن مر میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی ز دشمنان ندارم باک. روز بخیر. و امروز در پایان داستان هفت واد این قصه رو به هم میبندم که میگوید چنین است رسم جهان، جهان همی راز خیش از تو دارد نهان، نسازد تو ناچار با او بساز، که روزی نشیب است و روزی فراز. خانم آقایون با من باشین تا گم نشیم. آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده، آسمان عد که زخم خانه حافظ قدهی آورد است، کوه و صبر عد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستان عد که از نسیم نفس سعدی